ما تشکری میکنیم از رادیو سیمای صلح که همیشه فعالانه در تمام عرصه های اینا اشتراک میکنن و از گپای مهم و ارزندهی که در بین جامعه و اجتماع هست ایران به حضور مردم میرسانه. و همچنان یک برنامه دیگه که به نام توانمندسازی زنا که اینا داشتن، ما از این برنامه حمایت و پشتیبانی میکنیم. اگر همچون برنامه ها در آینده ها باز دوباره مکررن در اختیار مردم قرار داده شود، از امو خانمای نخبه که در سطح ولایت سمنگان کار و ایفای وظیفه میکنه، از کار و فعالیت هایشان در بین مردم ایراعه میشه، پیشکش میشه از طریق رادیو سیمای صلح. البته امو دونری که همچون برنامه را همراه رادیو سیمای صلح همکاری کرده بودن، ما دوباره از اونا تقاضا میکنیم که همچه یک برنامه را دوباره روی دست بگیرن که تا زنای سمنگان از اون مستفید شوند. البته تا جایی که ما خودم هم در اون برنامه اشتراک داشتم، از اون کارکرده های زنای نخبه که در سطح ولایت سمنگان کار فعالیت میکنه، مردم سمنگان و خصوصا بخصوص زنایی که در اطراف بغناب زندگی میکنه، اونا هم از اون مستفید میشن و از اون حق و حقوق که برشان قانون شریعت و دولت داده از اون آگاهی کنه. رادیوی سیمای صلح، اظهار سپاس و قدردانی بکنم که برنامه خوبی را تحت عنوان برنامه زنان توانمند به نشر می سپردن. این برنامه خوبیش در اینجا هست که باعث انگیزه دهی بانوان میشه، بانوان چطور بتانه در مسائل اجتماعی و اقتصادی مبارزه بکنن، انگیزه بگیرن، فعالیت بکنن. این خیلی خوبی های خود داشتی برنامه. به نمایندگی از خانم ما از رادیو سیمای صلح تشکر میکنیم که همیشه همچون برنامه هایی که دارن در بخش توانمندسازی خانم ما، همیشه خانم ما دعوت شدن و همراهشان صحبت هایی داشتن. ما سر می بخش توانمندی بسیار تلاش داریم و کار میکنیم. این خوب است که از طریق رسانه ها اگر نشر میشه تا دیگه همشیرا هم آگاهی پیدا کنن که ما در کدام بخش ها فعالیت داریم و کار میکنیم. و از دونرهایی که در بخشی که امچو برنامه رو میگیرن در رادیو سیمای صلح، بازم ما تقاضامند هستیم که امچو برنامه رو داشته باشن تا بتانن دیگه خواهرهای ما که هم در این بخش ها کار میکنن تا صدای از او رو هم بلند کنن تا دیگه همشیرا هم آگاه باشن که ما در این بخش کار و فعالیت داریم. تونستن از طریق از برنامه کار کردن و ساعتهای خود بیان نماین و بعضی برنامه ما خانم های تجارت پیشه داشتیم که همیشه برنامه هایشان در بودن پشت سر صحنه یا همیشه برنامه هایشان در خانم های خود یا در دکاکینی خود میمان خوشبخت تون از طریق برنامه تونستن که مدو ساعتها یا کارکرد هایی که داشتن اونا با مردم باگذار بکنن و مردم هم آگاهی پیدا بکنن که همچون خانم های توانمند ما داشتیم که سمنگان فعالیت دارن در بخش های مختلفی از بخش اقتصاد خانوار به صنایع دستی و همچنان تولیدات لبنی و غیر استاد و بسمونت های بطورا انجام میدادن و از رادیو سیمای صبح خوشیم که این برنامه ادامه داشته باشه تا بدانه که خانوم ها همون تساعدهای خود رو برن سرخی رسانن و مردم